زن ایرانی در آرمان‌های مقاومت ایران. مصوبات شورای ملی مقاومت ایران درباره حقوق و آزادی‌های زنان. آخرین خبرها، گزارش‌ها و اطلاعیه‌ها درباره سرکوب ضد بشری علیه زنان میهنمان و مقاومت شگرف 30 ساله آنان. فعالیت‌های انجمن‌های زنان مقاومت ایران در سراسر دنیا. برای آشنایی با فعالیت‌های کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت به این آدرس‌ها بر روی وب جهانی مراجعه کنید. در برنامه این هفته بر روی وب نگاهی داریم به وضعیت زنان در زندان‌های رژیم قرون وسطایی آخوندها. در فیسبوک نامه‌ای از خانم فاطمه مطیع، قدیمی‌ترین زندانی زن در حاکمیت آخوندها، در مورد ریحانه درج شده. در قسمتی از این نامه چنین می‌خوانیم: باید به زندان زنان رفته باشید تا رنگ و بوی مظلومیت و معصومیت را در چهره این دخترها ببینید. زیر تیغ یعنی هر شب قبل از خواب گره های تنابی را بشماری که نمی دانی فردا قرار است گلویت را بفشارد یا دو روز بعد. من فاطمه مطیع، قدیمی ترین زنی که در زندان با ریحانه همبند بودم، امروز فقط می خواهم بگویم زیر تیغ بودن چقدر درد دارد. 20 سال از عمرم به انتظار مرگ گذشت، انتظاری که برای من در پایان زندگی بود. اما چه فرق میکرد دیگر؟ وقتی در 62 سالگی فرصتی نیست برای آغاز، برای زندگی، برای نفس کشیدن در آغوش مادری که دیگر ندارم. 20 سال زندگی در یک سلول قدرت تخیل و تصور آدم را بالا میبرد. یاد میگیری درخت ها را تصور کنی، بوی بهار را، باران را، شلوغی و همهمه مردم در خیابانها را. یاد میگیری خیلی چیزها را درک کنی بی آنکه تجربه کرده باشی. هفته گذشته پس از حمله مزدوران وحشی رژیم به سلول ریحانه و بازجویی از او، بر روی وب خبرهای بسیاری در همین خصوص درک شد. از آن جمله در فیسبوک زندانی سیاسی چنین می‌خوانیم: همین جنابان که امروز ریختند داخل بند ریحانه و وسایل او را به هم زدند، دیدند که نسیم این اعتراضات به بند زنان ندامتگاه شهر ری هم رسیده و یک بار دو هفته پیش وقتی می‌خواستند ریحانه را ببرند، 200 زن در مقابل اینها ایستاده و گفتند نمی‌گذاریم او را ببرید، چرا که فکر کردند برای اجرای حکم او را می‌برند. وقتی به این زنان معترض گفتند برای ملاقات و حرف زدن ریحانه را می‌بریم، گفتند ملاقات کننده را بیارید اینجا. جمهوری ننگین اسلامی ایران باید بداند که صدای ریحانه به دنیا رسید. باید بداند که تا همین الان با هفت نامه که از سوی ریحانه علنی شده، همگان می‌توانند ببینند که در سیاه‌چال‌های این حکومت چگونه اقرار می‌گیرند و چگونه انسان می‌کشند. در همین آخرین نامه ریحانه که امروز علنی شد، او از اعدام زنانی حرف می‌زند که هیچگاه و هیچ کس به دادشان نرسید. زنانی که صدایشان به بیرون این دیوارهای قطور و بلند زندان نرسید. امروز ریحانه صدای فاخته و فاخته هاست که اعدام شدند
و جان باختند. اینها چه کسانی هستند که چنین بی‌رحمند؟ تا کنون 7 قسمت از دلنوشته‌های ریحانه جباری از هزار توی زندان زنان شهر ری به بیرون درس پیدا کرده و در شبکه‌های اجتماعی و روی وب منتشر شده است. در 7 قسمت اما شرح وحشتناکی از یک زن زندانی درد شده که وجدان بشریت را بر آنچه که در زندان‌های این رژیم بر زنان میهنمان روا می‌دارند به لرزه وامی‌دارد. با هم می‌خوانیم. من ریحانه جباری 26 سال دارم و اکنون در سرمای زیر صفر سالن زندان شهر ری روزگار را می گذرانم. نمی دانم چرا صورت و صدای یک زن از جلوی چشمم نمی رود. چندی پیش با صدای یک زن زندانی از خواب پریدم. قرار بود برای اجرای حکم اعزامش کنند، اما او بچه کوچکی داشت که هنوز شیر می خورد و همین دلیل گفته بودند 2 هفته اجرای حکمش به تأخیر بیفتد تا شیرش خشک شود. گویا کس و کاری که مسئولیت بچه را قبول کند پیدا نشده بود. پس یک راه می ماند. کودک تحویل بهزیستی شود. مهر و امضای مددکار و دادیار و طی مراحل قانونی و تمام. آنچه می شنیدم صدای ناله های بلند و کشیده این زن بود که نمی خواست بچهش را بدهد. صدایش زجه بود. وقتی او را دیدم وسط حیات نشسته بود و زنان دیگر در حال دلداریش بودند. اما انگار گوشش نمی شنید، چشمش نمی دید. راستی هر بچه ای از مادرش به زور جدا شود اینطوری گریه می کند؟ اینطوری صدا می زند؟ زنان آزاده میهن، دختران گردآفرید ایران زمین، آخرین خبرهای سرکوب و بی‌عدالتی این رژیم زنستیز علیه زنان هموطنمان در جای جای این میهن در زنجیر را بر روی ایمیل برنامه زنان نیروی تغییر بفرستید. ایمیل شما zanan@irantv.com. نجات جان ریحانه از سوی کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. با پیوستن به کمپین نجات جان ریحانه، فریاد علیه اعدام در رژیم زنستیز آخوندی را رساتر کنید. ریحانه یکی از هزاران قربانی حاکمیت زنستیز آخوندی. برای نجات جان ریحانه جباری از اعدام کلیک کنید. هر کلیک شما نه به اعدام است.
آنچه را که امروزه در کشورهای اروپایی از آن به عنوان جنبش حقوق زنان یاد می شود، باید در جنبش روشنگری قرن 18 اروپا جستجو کرد. جنبشی که در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر 1789 با اعلامیه حقوق زنان اولمپ دو گوش به اوج خود رسید و در سال 1792 در انگلستان توسط خانم مری وولستنکرافت با انتشار کتاب دفاع از حقوق زنان به طور جدی ادامه یافت. این جنبش امواج اقیانوس اطلس را نیز در نوردید و در آمریکا فعالیت زنان برای دفاع از حقوق خود را با جنبش ضد برده‌داری پیوند داد. در سراسر قرن 20 جنبش حقوق زنان یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در محافل مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی جهان بوده است. کسب حق رأی، تغییرات در قوانین مدنی و حضور زنان در عرصه عمومی زندگی و اشتغال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را میتوان از جمله دستاوردهای این جنبش برشمرد. زنان اگر خود را فراموش نکنند، هیچگاه فراموش نخواهند شد. این جمله ایست از اولمپ دو گوش، نویسنده فرانسوی، زنی که زندگی خود را وقت مبارزه برای کسب آزادی و احقاق حقوق زنان کرد. اولمپ دو گوش در سال 1748 در یکی از روستاهای فرانسه به دنیا آمد. او هنگام تولدش ماری گوش نام گرفت. پدرش پیر دو گوش یک نجیب زاده و مادرش آن اولمپ مویسه زنی قصاب اهل مونتوبان در جنوب فرانسه بود. دو گوش در نوجوانی علیه تعصب تنگ نظرانه موجود در زادگاهش و رفتاری که پدرش نسبت به مادرش داشت عصیان کرد. او به پاریس گریخت و نامش را به اولمپ تغییر داد. او در سن 17 سالگی پس از مادر شدن با فاصله چند ماهه بیوه شد و دیری نپایید که به نوشتن نمایشنامه و رساله نیز مشغول شد. اولمپ دو گوش در نوشته هایش الغای تجارت برده و ایجاد کارگاه های عمومی برای بیکاران و تئاتر ملی زنان را مطالبه می کرد. سپس به عضویت حزب فرانسوی ژیروندن ها در آمد و در سال 1791 اعلامیه‌ای به نام حقوق زن و شهروند زن را در برابر اعلامیه زن ستیزانه حقوق شهروندی فرانسه منتشر کرد که در آن حقوق برابر زن و مرد در حوزه قانون، دولت و آموزش مطالبه شده بود. اولمپ دو گوش در این اعلامیه گفته بود: ای زن، برخیز. ناقوس خردورزی در سراسر عالم تنین افکنده است. حقوق خیش را دریاب. امپراتوری توانمند طبیعت دیگر محصور در تعصب و تعجر و خرافه و دروغ نیست. شما ای زنان، پس کی می‌خواهید چشمانتان را باز کنید؟ اگر زنان می‌توانند زیر گیوتین کشته شوند، باید این حق را نیز داشته باشند که از پشت تریبون مجلس سخن بگویند. ندای دو گوش به زنان برای گرد آمدن با تنین ناقوس خردورزی همراه با دوران سختی در سالهای انقلاب بود. این جمله مشهور دو گوش که در ازای مرد برابر حق بیان برابر را طلب می کرد، آغازی بود برای نسل نوینی از زنان که با تحمل رنج و مشقت بسیار توانستند در بخش‌هایی از این کره خاکی بخشی از حقوق غصب شده خیش را باز بستانند. اولمپ اعتقاد داشت که تبعیض و نابرابری بین زن و مرد هیچ ارتباطی به طبیعت ندارد و این رسوم و باورهای اجتماعی غلط است که سرمنشأ چنین تبعیض‌هایی است. او به آموزش زنان اهمیت بسیار می‌داد و برای تأسیس مدارس دخترانه می‌کوشید و همچنین بر اشتغال زنان و استقلال اقتصادی آنان تاکید داشت. اولمپ دو گوش در جریان انقلاب فرانسه نقش بسزایی داشت و از جمله سازمان دهندگان گروه زنان مسلح انقلابی بود
که پس از برچیده شدن گروه توسط جناح انقلابی رادیکال به دفاع از حقوق سیاسی زنان چون حق رأی و حق داشتن مقام سیاسی پرداخت. او به دلیل داشتن افکاری مدرن در آن دوره از جمله مخالفت با اعدام افراد در دادگاه‌های کوتاه و مبارزه با خشونت افسار گسیخته سرانجام در 3 نوامبر 1793 دو سال بعد از انتشار اعلامیه حقوق شهروندی خیش که در 17 بند نگاشته بود در دوران اقتدار روبسپیر به مرگ محکوم شد و توسط گیوتین گردن زده شد. با مرگ اولم دو گوژ زنان اروپایی بیش از پیش برای احقاق حقوق خود کوشیدند و راه دشوار خیش را برای نیل به آزادی ادامه دادند. جنبشی که به درازای تاریخ و با تحمل رنج و مشقت فراوان توانسته بود در عصر جدید و بالاخص بعد از انقلاب کبیر فرانسه و جنبش روشنگری در اروپا مسیری نوین برای نیل به هدف خود بیابد، وارد مرحله نوین شده بود. من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم. Is the one that will die. The truth is
نجات جان ریحانه از سوی کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. با پیوستن به کمپین نجات جان ریحانه، فریاد علیه اعدام در رژیم زنستیز آخوندی را رساتر کنید. ریحانه یکی از هزاران قربانی حاکمیت زنستیز آخوندی. برای نجات جان ریحانه جباری از اعدام کلیک کنید. هر کلیک شما نه به اعدام است.